سرخط خبرها. تلفات سنگین ارتش اسرائیل در نبرد زمینی با حزب الله در مرزهای لبنان. هشدار امیر قطر درباره عواقب منطقه حمله اسرائیل به لبنان. و گزارش رسانه‌های عبری در مورد کمبود موشک‌های رهگیر سیستم پدافندی اسرائیل. سلام، به این بسته خبری از کانال شیپور خوش آمدید. در شرایطی که درگیری تن به تن میان رزمندگان حزب الله و نظامیان اسرائیلی در مناطق مرزی همچنان ادامه دارد، ارتش اسرائیل از کشته و زخمی شدن صدها تن از نیروهای خود در درگیری زمینی با حزب الله طی روزهای گذشته خبر داد. با این حال اسرائیلی ها که از نزدیک به 2 هفته قبل در همه تلاش های خود برای نفوذ زمینی به داخل مناطق مرزی لبنان شکست خوردند، ارتش اسرائیل از درگیری مستقیم نظامیان خود با رزمندگان حزب الله خبر داد. در همین راستا حزب الله لبنان در بیانیه روز سه‌شنبه اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در این روز با مسلسل و موشک نیروهای اشغالگر را هدف قرار دادند و درگیری ها همچنان ادامه دارد. این در حالی است که نیروهای اسرائیلی طی حدود 2 هفته که از تلاش آنها برای تهاجم زمینی به لبنان می‌گذرد، تلفات جانی هنگفتی متحمل و هر بار مجبور به فرار شدند. در این مدت صدها نظامی ارتش اسرائیل به دست رزمندگان حزب الله در تقابل زمینی به هلاکت رسیده یا زخمی شدند. در شرایطی که سانسور نظامی شدید اسرائیل اجازه انتشار دقیق آمار تلفات ارتش را نمی‌دهد، رسانه‌های عبری گزارش دادند ارتش اسرائیل از زمان آغاز عملیات زمینی در جنوب لبنان 16 نظامی کشته شده و 305 نفر هم زخمی شدند. اما منابع آگاه گزارش می‌دهند که آمار تلفات جانی نظامیان اسرائیلی در درگیری زمینی با نیروهای حزب الله بسیار بیشتر است و تصاویر مربوط به انتقال کشته‌ها و مجروحان ارتش اسرائیل از مرزهای لبنان توسط بالگردهای این رژیم مؤید این امر است. امیر قطر درباره پیامدهای منطقه تجاوزات اسرائیل به لبنان هشدار داده و تاکید کرد که ساده ترین و مطمئن ترین راه برای توقف جنگ در جبهه لبنان توقف جنگ اسرائیل علیه غزه است. امیر قطر طی سخنانی تجاوزات وحشیانه اسرائیل به غزه و لبنان را محکوم کرده و خواستار توقف این جنگ شد. امیر قطر افزود این ویرانگری ها هرگز تأثیری بر اراده ملت فلسطین که به حقوق مشروع خود پایبند هستند نخواهد داشت. بعد از این همه کشتار و ویرانی، اسرائیل چاره جز تبعیت از راهکار دولتی بر اساس قطعنامه‌های مشروع بین‌المللی و رسیدن فلسطینی‌ها به حقوق مشروع خود ندارد. وی با تأکید بر اینکه مسئله فلسطین همچنان در رأس اولویت‌های قطر است گفت: ما خواستار توقف تجاوزات اسرائیل هستیم و همچنان رویکرد گفتگو و دیپلماسی پیشگیرانه را دنبال می‌کنیم. ما از راهکارهای سیاسی توافقی و حل و فصل اختلافات از راه‌های مسالمت آمیز حمایت می‌کنیم و در صورت امکان قطر نقش میانجیگری در این زمینه ایفا خواهد کرد. امیر قطر در ادامه با اشاره به جنایات وحشیانه اسرائیلی ها اظهار داشت: اسرائیل عمدتاً با اجرای طرح‌های از پیش آماده شده در مناطقی مانند کرانه باختری و لبنان، گزینه گسترش تجاوزات را انتخاب کرد و ما بارها درباره تشدید تنش‌ها در لبنان و تجاوزات اسرائیل و پیامدهایی که بر منطقه دارد هشدار داده‌ایم. وی تأکید کرد: ما خواستار توقف تجاوزات اسرائیل به لبنان و اجرای قطعنامه بین‌المللی هستیم. ساده ترین و مطمئن ترین راه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در جبهه لبنان توقف جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه غزه است. کانال 13 اسرائیل با اشاره به محدود بودن ذخایر پدافند موشکی اسرائیل به نقل از روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز گزارش داده که نگرانی اصلی آنها واکنش ایران به حمله اسرائیل است که ممکن است با ورود حزب الله همراه باشد.
که به فشار قابل توجهی بر سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل منجر خواهد شد. مدیر کل صنایع هوافضای اسرائیل نیز در این باره گفت: با اینکه خطوط تولید موشک‌های پدافندی 24 ساعته در حال کار هستند تا تقاضا را برآورده کنند، اما در عین حال برای تقویت سیستم دفاعی هوایی خود برای مقابله با حملات احتمالی ایران، حزب الله و سایر گروه‌ها در منطقه با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه هستیم. مقامات ارشد در صنعت تسلیحات، مقامات نظامی سابق و تحلیلگرانی که با روزنامه فاینانشال تایم صحبت کردند، ادعا می‌کنند که اسرائیل در تلاش است تا دفاع هوایی خود را تقویت کند تا برای حمله ایران آماده شود. بر اساس این گزارش، آمریکا در تلاش است تا شکاف‌های دفاع هوایی اسرائیل را کاهش دهد و به همین دلیل از استقرار سامانه ضد موشکی تا در خاک اسرائیل نیز خبر داده است. یک مقام ارشد سابق آمریکایی گفت: مسئله مهمات اسرائیل جدی است. اگر ایران به حمله اسرائیل پاسخ دهد و حزب الله نیز به آن بپیوندد، دفاع هوایی اسرائیل تحت فشار قرار می‌گیرد. به گفته وی، ایالات متحده نمیتواند یکسان به تامین مهمات برای اوکراین و اسرائیل ادامه دهد. ما به نقطه عطف نزدیک می‌شویم. مدیر اجرایی صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی، یک شرکت دولتی که رهگیرها را برای سرنگونی موشک‌های بالستیک تولید می‌کند، گفت که برای تامین نیاز سه شیفت کار می‌کنند. سرتیب سابق و رئیس استراتژی در ارتش اسرائیل میگوید: ما هنوز توانایی کامل حزب الله را ندیدیم. آنها تنها حدود 1/10 ظرفیت تخمینی پیش از جنگ خود را شلیک کردند، یعنی چند صد راکت در روز به جای 2000 موشک. بخشی از این شکاف انتخاب حزب الله و بخشی از آن به دلیل تنزل توانمندی ارتش اسرائیل است. اما حزب الله به اندازه کافی برای انجام یک عملیات قوی باقی مانده است. حیفا و شمال اسرائیل تقریباً هر روز در معرض حملات موشکی و پهپادی قرار دارند. بر اساس آمار رسمی مقامات اسرائیل طی سال گذشته، بیش از 20,000 موشک و راکت تنها از غزه و لبنان به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است. در ادامه جنگ افروزی های اسرائیل در منطقه و همزمان با درگیری های زمینی رزمندگان مقاومت با نظامیان اسرائیل در نزدیکی مرزهای لبنان، رسانه های عربی در خبری مدعی تحرکات خزنده ارتش اسرائیل در نزدیکی مناطق مرزی با سوریه شدند. شبکه خبری الجزیره در خبری بدون استناد به منابع خبری معتبر مدعی شد که ارتش اسرائیل 10 متر در نزدیکی شهرک اسبه از توابع استان مرزی قنطره در جنوب غربی خاک سوریه و مشرف بر جولان اشغالی تحرکات ایزایی خود را علیه نظام سوریه آغاز کرده است. ممنونیم از همراهی شما. جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید.